فیلمساز طبیب روحه. ما باید حواسمون باشه برای اینکه بیشتر میفروشه، نمیدونم پولی بیشتری به دست میاریم، مخاطبمون زیادتر میشه، به هر دلیلی اون چیزهایی که ادامه فیلممون هم ببینیم. ممکنه از اون طرف هم مثلا یه نگاهی باشه که جامعه مگه همین نیست؟ مگه میزان مصرف دخانیات، میزان خشونت، میزان نمیدونم خیانت، مگه از یه میزانی، یه دوزی بالاتر نرفته؟ ما آینه تمام نمای جامعه ایم. اینایی که داریم نشون میدیم یه المان‌هایی از همین جامعه‌ای که الان دوچارش شده. ببینید جامعه ما الان نیاز به امید داره. درسته؟ شما مثلا ورشکسته ی عالم هم که باشی، امشب 40 تا چک داشته باشی، همینا، بعد بری خونه مادرت و اعصابت خورد نشسته باشی، حتی گریه کنی، میاد دست میزه روشونت میگه درست میشه مادر، بهت امید میده. درسته؟ ولی یه رفیقی داری میگه به به چه کردی؟ بابا تو در میاد فردا میارنت زندان. ببین وظیفه فیلمساز مادر بودن است. اگر قرار باشه مثلا که شما میگی مثلا میزان مصرف دخانیات بالا طرفته، پایین طرفته، خیانت فلان، نه، میگم ما داریم بیشترش میکنیم یا کمترش میکنیم، به سمت کمتر شدنش حرکت کنیم. حالا همین مسیر رو برعکس، یعنی من بیام توی فیلمم همه مشکلاتمو داشته باشم ولی راهکار بدم، امید بدم، نه با شعار. چرا این نمایش بدبختی به نسبت خوشبختی عموماً جذابتره، پرفروشتره و با لایه‌های متعددی هم ارتباط برقرار می‌کنه؟ چرا؟ ببین ضمیر و فطرت انسان بیشتر به اون سمتیه که مثلا شما الان تو خیابون می‌بینی 7 نفر دارن 2 نفر رو می‌زنن. حالا اصلا نمی‌دونی اون 2 نفر دزدن نیستن، هر چی. اگر هم نگاه نکنی میری وسط سعی می‌کنی به اون 2 نفر کمک کنی. یعنی فطرت تو اینه که بیای با اون اقلیت و مشکل داره و آدم بدبخته، درسته؟ برای همین این که هست طبیعیه. آدم ها وقتی که این همه فقر و بیچارگی و اینا رو میبینن میگن که خدای شکر که ما قد این نیستیم. ولی یک الگوی اساسی در جهان وجود داره، اونم اینه که کشورهایی که فقیرن و مشکل دارن و دردسر دارن و هر چی، اینا اتفاقا فیلمای الانم دیدی دیگه مردم غمگینن، فیلم کمدی داره. یعنی در تضاد اتفاقا، یعنی جامعه چیزی رو میطلبه که نداره، کمتر داره. چرا خودتون نمیسازید که میبینید جامعه نیاز داره؟ ببینید خیلی سخت شده در کمدی؟ نه آفرین. ببین الان مدتیه که ذائقه بیننده در کمدی رو توسط مثلا 20 تا فیلم عوض کردن. بعد من تو اون ذائقه نیستم. یعنی یه لایه‌های اروتیکی داره منظورتونه؟ یا مثلا حالا شبیه به اون. و حالا هجوگویی، چون هجوگویی خیلی خنده داره. من خودم الان میتونم با شما بشینم اینجا بلدم هستیم. یا هجوگویی میگیم که همه پشت هجوگویی هم سخته، ولی آدمشو میخواد. من اون آدمه نیستم در بخش سینما و تلویزیون. من اگر بیام باید دوباره یه چالش سنگین داشته باشم برای اینکه روانشناسی جامعه بکنم که از چه دری میتونم ما بین بگیرم که هم باشم هم نباشم. ولی میارز. آره الان مثلا خب یه کاری هست که خوندم دوست دارم و احتمالاً شاید مثلا برج 6 سال آینده شاید بتونم شروع بکنم. یه طنز خیلی فاخر و دوست داشتنیه و میدونم که پیدا کردم اونی که الان میتونه بیاد و یه مثلا یه سریال در مثلا وقتی که شما خودتون نوشتین؟ نه نه، دو عزیز دیگه نوشتن. تو ذهنتون بازیگرش رو انتخاب کردی؟ آره، ولی الان نمیتونم جلوی آنتن تلویزیون بگم، آره قیمتش میاره بالا. ممکنه آقای عطاران باشه؟ نه. این ویودی این شبکه های خانگی پولشون خیلی خوبه نه؟ به نسبت تلویزیون؟ من باشون برخورد زیاد نداشتم و ولی میدونم که رقمایی که بچه‌ها در ویودی میگیرن برای بازیگرها بیشتر، ولی برای عوامل همونه. چقدر بازیگرها بیشتر میگیرن؟ چند برابر؟ در حدی که تلویزیون اگه اسپانسر نداشته باشه نمیتونه بده. استاد لطیفی، خفن ترین کاری که تو زندگیتون انجام دادی چی بوده؟ بعد از برنامه به خودت میگم، وقت دومی شو بهت میگم. خفن ترین
فقط اشاره میکنم در سن 19 سالگیم کاملا در فضای واقعی زندگیم به مدت 3 روز بازی کردم نقش آدم کودن بی حواس عینک تایستکانی به یه دلیل یا یه هدفی داشتم که باید بهش میرسیدم که بعدا میگم آخر برنامه ولی واقعا تونستم از پسش بر بیام و خیلی هم اصلا عینک تایستکانی منو کشته بود یعنی اصلا به بدبختی سرم درد جواب گرفتی؟ بله اتفاق افتاد داره ولی بعد از اون یعنی شما فیلم بازی کردید آره. در 19 سالگی 19 سالگی بدون دوربین دیگه به تنهایی یه بارم یه مستند تبلیغاتی ساختی؟ بله اون به واسطه رفاقتی بود که رفاقت سالیان سال بود با جناب دکتر ولایتی که من برای پول نبود؟ اصلا با من چون شما همه کاراتون دلیه بله. یعنی دوستش داشت اصلا من هر موقع میگم آقا چند میدی همون کار خراب میشه شما شک نکن من اول باید با دلم بیام کارو ببندم بعد حالا کنار میاد تقریبا مشخص بود که رأی نمیارن کسی که بارها سیمرغ گرفته پس صرفا اون رفاقته بود فقط. که باعث میشد فقط ببینید دکتر ولایتی واقعا مردانه پشت من ایستاد برای سریال نردبان آسمان که ناظر تاریخی من بودن و من دین بزرگی گردن من داشتم به خاطر اینکه من در تلویزیون تو اون سالها در اقلیت بودم و ضربه پذیر به واسطه مسائل تاریخی اما دکتر در کنار من واقعا زحمت کشید و الان از حال روزشون خبر دارین؟ من آخرین باری که ایشون رو از نزدیک ملاقات کردم حدودا فکر کنم 11 ماه پیش بود تو دفترشون و بعد از اون نه اما میدونم که یه مقداری کهولت دارن و هستن براشون آرزوی سلامتی دارم پیری چیز عجیبیه نمیترسید از پیر شدن؟ واقعا از او خواستم که زمینگیر نشم پیر شدن اصلا ایراد نداره پیر شدن بهتره اصلا پیری نگاهت به جهان رو عوض میکنه یعنی دوست دارید پیر شدن رو؟ از این بیشتر نه نه چون واقعا هنوز بعضی وقتا همین الان اومدم تو بین بچه ها قرار شد بریم بالا مثلا یه دقیقه با هم گپی بزنیم از پله ها مرد دارم بالا روی هر پله داشتم فکر میکردم همینو که واقعا من تا کی میتونم این پله های تیز رو بیام بالا یادتون میاد انقدر شیطنت میکردید سر کلاس درس که معلم به جای اینکه همون اول کلاس حاضر قایب کنه وای میستاد آخر سر چرا؟ چون شما و رفقا از پنجره میزدید بیرون و خدا رحمت کنه مادر بزرگتون رو که شما رو توی چارچوب عجیب و غریب پادگانی قرار میداد بعضی وقتا میگفت از دم در جلوتر نمیای و بعد حتی مثلا یه حد حدود و مرزی هم با روزنامه گویا براتون مشخص میکرد دلتون برای اون روزا تنگ نشده و اینکه من و ما کم شده این بله من خیلی وقتا بچه ها و جوانای امروز رو که نگاه میکنم و خاطراتم براشون تعریف میکنم میگن وای